سلام، وقتتون بخیر. سوال 103 از نمونه سوالات ابهم رو میخوایم حل کنیم. توی این سوال به ما گفته که مثلث ABC که مختصات هر کدوم از نقاط A, B و C رو داده به ما، اول گفته که معادله صفحه‌ای رو برای ما بنویسید که این مثلث توی اون صفحه قرار گرفته باشه. توی B گفته مساحت مثلث رو به دست بیارید. توی سه گفته که ارتفاعی که وارد از ضلع از رأس ب کشیده شده رو به دست بیارید و توی ده هم زاویه بتا یا همون زاویه ب رو از ما خواسته که به دست بیارید. خب، اول از همه معادله صفحه. توی یکی از راه‌هایی که توی برای به دست آوردن معادله صفحه هست، وقتی که سه نقطه رو داریم، اینه که بیایم AB رو ضرب در AC کنیم برای اینکه نرمال وکتورش رو به دست بیاریم. حالا برای اینکه AB و AC رو به دست بیاریم، باید B رو منهای A کنیم برای AB و C رو منهای A کنیم برای AC. که خب اینجا 8 منفی 3 4 رو منهای منفی 4 3 0 کردیم. AB میشه 12 منفی 6 4 و AC میشه 8 3 5. حالا نرمال وکتور از ضرب خارجی اینها به دست میاد. یعنی همینطور که فرمولشو نوشتم، برای این کار اول دستمون رو میذاریم رو درایه های اول، منفی 6 رو ضرب در 5 میکنیم میشه منفی 3 منهای 3 ضرب در 4 که میشه منفی 42. برای دومی، یعنی برای درایه دوم اینجا، دستمون رو میذاریم روی دومی ها، 12 ضرب در 5 میشه 60 منهای 8 ضرب در 4 که میشه 32. حالا جواب این رو باید در یه منها ضرب کنیم. یا میتونید این کار کنید، یا میتونید از اول 8 ضرب در 4 منهای 12 ضرب در 5 رو به دست بیارید. چون ممکنه یه مقدار گیج کننده باشه، بهتره که همون راه همیشگی رو بریم. فقط برای درایه دوم حواستون باشه یه منفی پشت اد که به دست میارین بذارین، پس میشه منفی 28. برای درایه سوم هم دستمون رو میذاریم رو درایه های سوم، 12 ضرب در 3 منهای 8 ضرب در منهای 6 که در میاد 84. الان منفی 42 منفی 28 و 84 میشه نرمال وکتور ما. حالا برای اینکه معادله صفحه رو به دست بیاریم، یه فرمول داریم. نرمال وکتور ضرب در x y z مساوی نرمال وکتور ضرب در یک نقطه از اون صفحه. که خب نرمال وکتورها رو داریم، یه نقطه از صفحه هم میتونیم یکی از این آب سه رو بذاریم که من آ رو گذاشتم. که معادله صفحه‌مون در میاد این. حالا نگاه کنید، این منفی 42x، این منفی 28y، این 84z و اینم 84. چیزی که وجود داره، سعی کنید تو معادله صفحه ها اول از همه علامت x رو مثبت کنید. یعنی چی؟ یعنی همه این یعنی دو طرف معادله رو جابجا کنید، این بره اون طرف و عدد ثابت بیاد این طرف. و یه چیز دیگه این که ضریبا رو ساده کنید. مثلا این الان به 14 بخش پذیره. حالا اگر تو نگاه اول به چشمتون نمیخوره که اینو بعد تقسیم بر 14 کنید، میتونید اول تقسیم بر 2 کنید، بعد ببینید به 7 هم بخش پذیر، تقسیم بر 14 کنید. در نهایت نگاه کنید، به صورت ساده در میاد 3x به اضافه 2y منهای 6z مساوی منفی 6. این درسته. اونم غلط نیست، ولی بهتره که این فرمش بنویسید. قسمت بعدی مساحت رو از ما میخواد. مساحت مثلث یکی از فرمولاش اینه که ضرب خارجی A به ضرب در AC اندازش تقسیم بر 2. که خب ما ضرب خارجی A به ضرب در AC رو داریم، فقط باید اندازش رو به دست بیاریم. که اندازه هم که میشه رادیکال هر کدوم از اینها به توان 2. همین نرمال وکتور ما به توان 2. که اندازش میشه 98 که تقسیم بر 2 میشه 49. اینجا دوباره دقت کنید، چون که ما واحد اندازه گیری نداریم، همون اف ای رو میذاریم. تو قسمت 3 از ما ارتفاعی که از زاویه برس شده رو میخواد. برای این حتما پیشنهادم به شما اینه که شکلش رو بکشید که ببینید این ارتفاعه بر کدوم ضلع وارد میشه.
برای اینکه حالا قاطی نکنید، وگرنه میتونید بگید خب از ب پس بر آ سه وارد شد، یا از سه پس بر آ ب وارد شده، بر اون دوتایی که نیست دیگه. که خب مساحت مثلث هم میشه ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر دو دیگه. مساحت مثلث رو از قسمت قبلی به دست آوردیم که میشد 49. این 49 مساویه با 1/2 ارتفاع ضرب در آسه قرار میدیم. آسمون رو هم که داشتیم اینجا، فقط کافی اندازش رو به دست بیاریم که میشه 9.89. پس 49 مساوی 1/2 ضرب در ارتفاع به ضرب در 9.89 یا 9.899 هزارم که ارتفاع ما در میاد 9.90. تو قسمت بعدی زاویه ب رو از ما میخواد. من اینو پاک کنم. زاویه ب بین کجا قرار داره؟ بین AB و BC، یعنی BA و BC قرار داره دیگه. پس فرمولش میشه کوسینوس بتا مساویه با، حالا این BA BA ضرب در BC تقسیم بر اندازه BA و BC. اینم به توان 2 یا آره این به توان 2 اینجا بذاریم براتون. یا میتونم بنویسم اندازه آب ضرب در اندازه بس. خب آب ضرب در بس که باید به دست بیاریم، بس رو میشه منفی 4.91. آب رو هم که از قسمت آ داشتیم 12 منفی 6 4، اینا رو ضرب داخلی میکنیم، یعنی خیلی راحت 12 رو ضرب در منفی، این 12 رو ضرب در منفی 4 میکنیم، مثل اینجا منفی 6 رو ضرب در 9 میکنیم و 4 رو ضرب در 1 میکنیم، در میاد 98. و اندازه اینا هم که خب درایی ها به توان 2 اندیگه، در میاد کوسینوس ما شد 7/7 که برای اینکه ب رو به دست بیاریم میشه کوسینوس منهای 1/7 که در میاد 45 درجه. حالا این چرا من تا سه رقم اشار رفتم؟ بهتر سر امتحان عددتون رو تا سه رقم اشار برید، تا عددی که به دست میارید به اون چیزی که توی مثلا امتحان جواب میدن نزدیک تر باشه.